بخش دوم حجاب اسلامی هستم و تعریف فرهنگ اسلامی. اولی که حجاب در لغت چی مانا؟ همین که میگیم حجاب یعنی چی؟ حجاب در فرهنگ فارسی اگر آدم مطالعه میکنه پرده‌داران را میگه، پرده‌داران، کسایی که پرده میکنه، یا دربانان، یک پردهداران کسایی که یک چیزی را سرش پرده مندازن، یک چیزی را حفاظت میکنن. درباران کسی که دربان هسته از در حفاظت میکنه، یعنی چیزهایی که ضرر داره داخل شدنش در خانه از این حفاظت میکنه. حجاب هم در لغت این میمانا را میده که حفاظت میکنه از چی؟ از فتنه، حفاظت میکنه از فسادی که داخل یک جامعه شود. در اصطلاح اگر آدم میره باستر بسازه، یک نفری که حجاب میکنه در حقیقتش ای از مو راه های فتنه و راه های فساد ای بسته ساخته. ای لغت ترجمه تحت لفظی حجاب می هسته. و در اصطلاح پنهان کردن چیزهای زیبا و چیزهای با ارزش در هر زمان و در هر شرایط، مخصوصا با کسایی که نامحرم هستن. توجه شدین؟ یعنی امی زیبایی ها را و امی چیزهای خوب ها که خانم داره، زیبایی هایش و برجستگی های وجودشه، در هیچ جای دیگه ای نمایان نمی سازه مگر برای کسایی که برش محرم هستن، یعنی شهوارش. ای در اصطلاح آدم میتونه حجاب بیان بکنه. یک موضوع بسیار زیاد مهم هست که بعضی همشیره ها ممکن برشان واضح باشه این مطلب، بعضی ها ممکن برشان گنگ باشه، که یک دختر مؤمن وقتی که حجاب می پوشه و خاطر شوهر خود نمی پوشه. یک دختر مؤمن وقتی که حجاب می پوشه و خاطر پدر خود حجاب نباید بپوشه، و خاطر کاکای خود نباید حجاب بپوشه، و خاطر ازی که مردم ای را خوب بگویه حجاب نباید بپوشه، بخاطر ازی که ای یک دختری معرفی شوه که یک بچه مسلمان فریب به تبا با حجاب خود، ای به ای خاطر نمی پوشه حجاب. نیت حجاب چی تشکیل میده؟ نیت حجاب امر خداوند متعال تشکیل میده. اگر از یک مؤمن پرسان میکنن که تو چرا حجاب پوشیده، ای نمیگه که من پدرم گفت، مرا مادرم گفت، یا مرا کاکایم گفت، یا برادرم گفت. ای هر کسی اگر از پیش ازی پرسان میکنه، اگر مسلمان پرسان میکنه، اگر غیر مسلمان پرسان میکنه، ای میگه که ای الله گفته که من حجاب بپوشم. وقتی که ای دختر مؤمنه و خاطر امر الله حجاب میپوشه، یک دختری هست که در مکتب هم که میره با مو حجابی که رفته در مکتب، اون مو حجاب در مکتب هسته. اگر ای و خاطر پدر خود که پدر سر ازی فشار آورده، بدون ازی که علم حجاب بر ازی اول داده باشه، بدون ازی که ارزشمندی حجاب بر ازی تشریح کرده باشه، و شکل فشار وقتی که در خانواده سر ازی فشار آورده و ای نماز پنج وقت نمیخونه و از دین هیچ بر چیزی نرسیده، شبها در پشت اینترنت هسته و روزها در مکتب حجاب خود میکشه و میگرده خانه که می حجاب میپوشه، ای در حقیقت ارزشمندی حجاب نفهمیده و حجاب به خاطر پدر خود، به خاطر مادر خود، به خاطر ترس حجاب پوشیده. اما حقیقتش این است که حجاب امر الله هست. و ای را ما چطور میفهمیم که امر الله هست؟ ای در قرآن عظیمشان یاد شده که امر الله هست و خداوند متعال ای را بر ما بیان کرده و بر ما رسیده توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. خداوند عز و جل در قرآن عظیمشان در سوره اعزاب آیت 59 میفرماید: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چادرهای خود را بر خویش فرو افکنند، این مناسب تر است تا شناخته شوند،
پس مورد آزار قرار نگیرند و الله آمرزنده مهربان هست. ای امر خدا هسته. خداوند متعال گفته برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنان برای خانمهای مؤمن که نا چادرهای خدا بپوشند. نه تنها ای آیه قرآن عظیمشان، همچنان در سوره نور در آیت 31 موضوع اجاب، مسئله زینت خانم ها، مسائل دیگه که مربوط خانم ها هسته، ای هم در سوره نور آیه 31ش یاد شده که دوستان میتونن در اوجه مراجعه بکنن و ای را در اوجه ببینن که خداوند متعال، خداوند جهان هستی، خالق ما، روزی دهنده ما، که عزت ما در دست بلاکیف از او هست. هیچ عزتی نیست مگر ای که عزت خداوند بده. اگر همشیره ها بخواین که با برهنه ساختن خود کفار و مشرکین خوش بسازن، اینا خوش نمیشن. نه تنها خوش نمیشن، بلکه عزت حرمت یک خانم وقتی که لباس خود میکشه، عزت حرمتش از پیش گرفته میشه، با عنوان یک ابزار ازش استفاده میشه. هر چیز با ارزش باید پنهان باشه، مخفی باشه. شما نمیتونین پولتان که در روی بازار بندازین، شما نمیتونین چیزای خوبتان در مظهر عام بگذارین. هر چیز خوب، هر چیز زیبا باید در پرده باشه، چون زنها موجود لطیف هستند، موجود با ارزش هستند. خداوند متعال اینا را میخواهد که عزتشان، حرمتشان، قدرشان در جامعه، در خانواده حفظ باشه. بنان خداوند متعال بر از اینا اجاب گفته باشین. اگر خانم ها درک بکنن که اجاب به خاطر ازی هست که عزتشان، حرمتشان، منزلتشان بلند میبرن، اینا نسبت به حجاب غفلت نمیکنن، از حجاب پوشیدن نمیشرمن. او خانمی و او دختری که حجاب نمی پوشه و باید خجالت بکشه، نه او دختری که حجاب می پوشه، چرا او دختری که حجاب می پوشه از خالق خود پیروی کرده، او کار بسیار بزرگ، کار بسیار خوب انجام داده، مورد استفاده های مردها قرار نگرفته، مورد استفاده انسان های شهوتران قرار نگرفته. حرمت از او در نزد مردها هست، عزت و حرمتش حتی در نزد کسایی که با ما در دین مخالف هستند، حتی اونا خودشان اقرار نمیکنن، اما اونا میفهمند که دخترهایی که حجاب میپوشه و مراتب خوبتر هستن نسبت به دختری که با لباس برهنه در سر استیج ها میرقصه. اما کسایی که تا در دین با ما مخالف هستن، اونا با گونه و با چشم احترام به همشیره ها میبینن. خب از این آیات و این صحبت ها این نتیجه گیری میشه که حجاب نه سنت هست، نه مستحب هست، نه یک چیز شوقی هست. حجاب فرض هست. یا به یک مسئله نیست که اگر دلت خواست بپوشی، اگر دلت خواست نپوشی. فرض هست سر همشیره ها باید حجاب بپوشن. اگر یک نفر منکر میشه یکی از فرایض خداوند متعال، این در حقیقت از چارچوکات ایمان خود خارج ساخته. یکی منکرین فرایض هسته، کسایی که فرایض انکار میکنن. هر فرضی را که خداوند متعال و احکام سری خداوند متعال او واضح و روشن هسته، احکام وجود داره، روشن واضح هسته، یک کس او را رد میکنه ولو اگر کوچک باشه از دایره ایمان خارج شده. و یکی تاریکی نشسته که ترک میکنن به ناب و معذوریت ها و مزی مسائل دیگه، ما یک نفر منکر میشه، یک نفر میای میگه که هیچ قبول ندارم این میمون حجاب و نماز و روزه را، اینا را با میگه پایی که میزنه این انسان از چارچوکات ایمان خود خارج ساخته. بنان همشیره هایی که توانمندی هزیره پیدا کردن حتی نستین که حجاب پوشن، لااقل نباید اینا رد بکنن، همون عذر خدا پیش بکنن که ما معذور هستیم نمیتونیم، اما رد کردن هزی در صدد ازی که رد بکنی و خانم ها و همشیره هایی که حجاب میپوشن اونا رو مورد تمسخر قرار بدی، خود تمسخر کردن بر احکام خداوند، بر فرایض خداوند و بر مؤمنین و بر مؤمنات تمسخر کردن و اینا رو مورد مسخره قرار دادن، ای کفر هسته. که هیچ همشیره ما حق زیر نداره که یک همشیره دیگه که چادر پوشیده، حجاب اسلامی رو مراعات کرده، نماز میخونه، روزه میگیره، از خداوند متعال میترسه، این مورد تمسخر قرار بده، بگه چی کارا هسته تو میکنی، خودش قولاش لج باشه، لباسای برهنه پوشه و ایرام تشویق بکنه بیا می کارو بکن. یک مؤمن، برادر مؤمن خدا باید در کار نیک تشویق بکنه. یک همشیره مؤمنه باید همشیره مؤمنه دیگه خودت در کار نیک تشویق بکنه، نه در کار بد.